سلام بر پسرای گلم، دوستای خوبم، مهرداد عبدی هستم، مربی رایانه شما در دبستان پسرانه پرتو علوی. امروز میخوایم نحوه استفاده صحیح از فلش مموری یا همون USB درایو رو به شما آموزش بدیم. ابتدا فلش رو توی کامپیوتر یا رایانه، میتونه لپتاپمون هم باشه، وارد میکنیم توی پورت USBش. وقتی که ما وارد کردیم، دقیقا از ما میپرسه که اینو آیا اسکن کنیم یا اسکن نکنیم، که حتما باید اسکن کنیم، ویروس کشی کنیم. بعد از این کار من در فایل مورد نظر خودم راست کلیک میکنم Send to USB Drive. این یک روش ارسال اطلاعات به فلش یا USB درایو منه. روش دوم، ما میتونیم توی دیس پی سی کلیک کنیم. دیس پی سی یا همون مای کامپیوتر من هست، درایو های من مشخصه، روی درایو USB درایو کلیک میکنیم. وقتی که کلیک کردیم، فایل مورد نظر خودم رو میتونم روش کلیک کنم، با ماوس نگه دارم و وقتی که انتقال میدم به USB، اینجا نوشته Copy to USB Drive، اینجا ولش میکنم و عکس من یا هر تصویری که داریم در اینجا برای من انتقال میده. روش بعدی، میتونیم چیکار کنیم؟ روی فایل مورد نظر خودمون راست کلیک کنیم، بهش بگیم اینو برای من کپی کن و در فایل USB درایو راست کلیک میکنیم، میگیم اینو برای من پیستش کن، جاگذاری کن. پس شما سه روش از نحوه انتقال دادن اطلاعات به USB درایو یا همون فلش مموری یاد گرفتیم. سپس برای خارج شدن USB ما حتما باید توی نوار ابزار یا نوار وظیفه روی این مثلث یا فلش کلیک میکنیم. اینجا علامت USB هستش، روش کلیک میکنیم، اجکتش میکنیم تا بتونیم فلشمون رو خیلی راحت در بیاریم. اگر این کار رو انجام ندیم چه اتفاقی میفته؟ احتمال اینکه USBمون آسیب ببینه یا پورت USBمون آسیب ببینه خیلی زیاد هست. در نتیجه تمام مراحل و شرایط رو کنترل میکنیم، کنترل شده میریم جلو تا به سیستممون آسیب نرسیم.